مهمان من متولد 1315 است. در دوره دبیرستان سیاهی لشکر فیلم‌های ایرانی بود. در جوانی هنرپیشه و فیلمبردار و رمان نویس شد و با نامداران آن زمان سینما و ادبیات دمخور شد. ولی وقتی آن دنیای روشنفکرانه را ترک کرد و لنز دوربینش را متوجه جبهه جنگ ایران و عراق کرد، هنرش دگرگون شد و به قول خودش مثل یک آدم نیمه دیوانه و مجنون از جبهه‌های جنگ برگشت و رمانی گزارشگونه یا گزارشی رمانگونه نوشت که بیش از هر چیز شرح زشتی جنگ است. آقای زکریا هاشمی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. آقای هاشمی، کتاب چشم باز گوش باز شما تا چه حد شرح واقعیاته و تا چه حد تخیلات شماست؟ تمامش واقعیاته. یعنی تمام اون چیزی که در این کتاب شما شرح میدی، تمام اون فجایعی که توضیح داده میشه در این کتاب، تجربه های شخصی خود شماست. بله، حتی بخوام بگم که کابوس هاش هم تقریبا میشه گفت واقعی است. میتونی خود بیشتر توضیح بدین، یعنی چیزی سبب شد که شما برید اصولا توی جبهه و این وقایع رو فیلم برداری بکنید و نهایتاً بنویسید؟ عرضم بزرگ شما که من قرار بود یه فیلمی بسازم از زندگی آقای خمینی. البته اینو پیشنهاد کردم ولی خب من دلم نمیخواست و خب من رو فرستادن جبهه های جنگ که فیلمی از یعنی در اصل چند فیلم از کمک رسانی های پشت جبهه فیلم بگیرم، ولی از اونجا که من خیلی آدم ماجراجو و کنجکاوی هستم، به طریقی خودم رو رسوندم به خط مقدم جبهه، اونم به توسط یک سرگرد که خیلی لطف کرد به من و کارتی داد که من توانستم به راحتی برم به خط مقدم، که البته خیلی هم خطرناک بود و من دوست داشتم که بیشتر واقعیت رو از نزدیک ببینم، نه اونچه که تبلیغ میشه، نه اونچه که میگن که جنگ نعمت است و جنگ فلان است و بیسار، ولی جنگ که خب همه میدونه زشته و وحشتناکه دیگه. نتیجتا من تا اونجا که تونستم رفتم جلو و از فداکاری های بچه ها ایرانی های واقعا میخوام بگم بچه خلاصش، حالا چه بزرگتر هم که ارتشی ها بودن و همچنین فداکاری کردن بدون اسلحه رفتن جلو و خب دیدیم هم که موفق شدن و منتها نتیجه چی؟ فلج، مفلوک، بیپول، دیوانه و آسپاس توی اجتماع. در واقع شما به بیانی داشتین یک با این حرکتتون، با این فیلم برداریتون و نهایتا نوشتن این کتاب، یک بیانیه علیه جنگ میدادید. بله. خب برای این جنگی بود آقای هاشمی که تحمیل شده بود به ایران و مردم ایران داشتن دفاع میکردن از میهنشون. بله. طبیعتا خب خون ریزی هست، جنگ هست، کشته هست، طبیعیه. ملت ما واقعا ملت با غیرتیه و بدون اینکه حتی بهشون چیز بشه، خواسته بشه، خودشون رفتن جلو و موفق هم شدن و نتیجهش رو آخونده گرفتن. البته یعنی نتیجه این برنده بودن ملت ایران رو آخونده بول گرفتن و برای خودشون نگه داشتن و استفاده کردن و خب اینا یه عده آدم های چیز بودن دیگه، بدبخت از بین رفتم و همینطور الان نتیجهش هست که همینطور بی پول و بی خانمان تو اجتماع بلو هستن، حتی بچه هاشون. شما میگید آقای هاشمی که وقتی که از جنگ برگشتید یه حالت نیمه مجنون برگشتید از جنگ، چرا؟ یعنی به علت مشاهداتتون؟ بله، عرضم حضور شما که خب جنگ یه چیز خیلی وحشتناکیه. من تازه شانس آوردم که سالم برگشتم، واقعا شانس آوردم. همه یا بیمار شدن
و حتی یکی از فامیله خود بنده که سرباز بود از جنگ برگشت خودکشی کرد، چون بسیار آدم حساسی بود. یعنی نمیشه کسی که در جنگ هست و در خط اول هست و عیناً یعنی همه چیز رو قشنگ میبینه و از نزدیک باش آشناست، طبیعی است که همه چیز به اثر بد میذاره رو در روحیه‌اش. طبیعتاً این فشارهای روحی بعد از جنگ در مورد بیشتر سربازای کشورهای مختلف به اصطلاح شما ببینید بچه‌هایی که من دیدم اونجا که با بولدوزر جمع می‌کردن، با بیلی مکانیکی خاک می‌ریختن روی اینا، خب چطور میتونستم و میرفتن زیر، مثلا اینقدر زیاد بود که حتی میرفتن زیر این چرخ‌های بولدوزر و میترکیدن از هم وا میرفتن و اینا رو میرفتن تو چاله خرمن میکردن روشون چیز میریختن. شما آقای هاشمی جایی از کتابتون میگین که ارتش عراق با داشتن اسلحه‌های مدرن امریکایی، فرانسوی و روسی نتوانستن مقاومت بکنن و جلوی بچه‌های کم سن و سال بسیجی ایستادگی کنن و با دادن تلفات پس نشستن. بله. چه چیزی به نظر شما سبب این نوع شجاعت و مقاومت بچه‌های ایرانی شده بود؟ آیا اعتقادات دینیشون بود یا اینکه میهن پرستیشون بود؟ چی بود؟ یا هر دو؟ من میخوام بگم که وطن پرستی بود. این عقیده منه و ایرانی ها همینطور که عرض کردم همشون آدم های به طور کلی با غیرت وطن پرست هستن. در مورد هر ملتی صادقه دیگر، کشوری که بهش تجاوز بشه دیگر خونش اجحاف شده بهش باید ازش حفاظت کنه، نگهداری کنه. نتیجتاً با رشادت رفتن جلو بدون اسلحه و خب موفق هم شدن و اینو نه به خاطر اینکه بهشون تحمیل شده باشه، خودشون خواستن، خودشون رفتن جلو و برایشون مطرح نبود اصلا اصلی هست جلوشون چی هست اینا یا بمب موشک، ولی میرفتن جلو و خب موفق شدن دیگه. به نظر میاد اونطوری که از کتابتون استنباط میشه شما عمدتا ترسیمتون از جنگ و تمام وقایعی که در این کتاب نوشتید عمدتاً اون کسانی که کشته میشن و جنگ میکنن اینا بچهای کم سن و سالن. شما اصلا با آدمای مسن‌تر اینا اصلا برخورد نکردید؟ چرا آدمای مسن‌تر آدمای با تجربه بودن که میشه گفت بیشترشون ارتشی بودن که خب با یه تاکتیک خاص خودشون پیشروی میکردن و تا اونجایی هم که امکان داشت و این بچه‌ها رو راهنمایی می‌کردم. متأسفانه که من خودم شاهد بودم یک استوار پیر که داشت راهنمایی می‌کرد تانک‌ها رو و فرمان می‌داد، یه بچه جوان میشه گفت 20 ساله پاسدار اومد گفت من به تو میگم از اینجا برو. میگه پسر جان، جان من نمیشه. و میگه من به تو میگم. این من گفتن و این زور گفتن به یک آدم مسن، میدونی اینها را یه مقدار دلشکسته میکرد در این حال، ولی کار خودشون رو میکردن در این حال، کار خودشون میکرد. و یا درست در خط اول جبهه که یک تپه بود که خب محفوظ بود از حمله چیز عراقی ها، اونجا دکترای ما مجاناً می اومدن، یعنی بدون چیز به رایگان می اومدن اونجا، از بیمارا، از مجروحی چیز میکردن، درمان میکردن. و همونجا که دکتری که دو ماه اونجا پدرش در اومده بود و واقعا داشت کار میکرد، مثلا یه بچه 18 ساله می اومد به حضور میگفت و دستور میداد و این دکتر میموند اصلا چه بکنه و چی بگه. شما آقای هاشمی در مجموعه کتابتون وقتی آدم بررسی میکنه میبینه که به نظر میرسه یک حالت همدردی نسبت به ارتشی ها بیشتر دارید تا سپاهی ها. به نظر میرسه که با یک ایدولوژی، با یک ذهنیت از پیش تعیین شده رفتین تو جبهه ها. این درسته یا غلطه؟ نه ببینید آقای فانی، من اون چه که در اونجا باهاش روبرو شدم، برخورد کردم، برای من مهمه و من هیچ واقعیت رو منعکس کردیم. بله، قصد خاصی نداشتم که برم از ارتش دفاع کنم، پاسدار رو بزنم عقب. نه، اونم ایرانیه همشون. یعنی هیچ چیزی از پیش تو ذهن شما نبود؟ مطلقا این واقعی رو دیدید؟ مطلقا من فقط چون واقعیت رو دیدم، من واقعیت رو نوشتم. من روی واقعیت تکیه میکنم در تمام نوشتم، همیشه روی واقعیت. دوست ندارم که
برای رویا بسازم یا آرتیست بازی بکنم. حالا شما صحبت از واقعیت میکنید، در جایی از کتابتون صحبت از یک پسر بچه 11-12 ساله میکنید که این توی سنگر دنبال باباش میگشته، گفت پدر من کجاست. این زایده ذهن شماست واقعا؟ مثلا اون پسر بچه 12 ساله توی سنگر چیکار میکرد؟ ببینید تمام بسیجی ها که اونجا ما میدیدیم باشون برخورد میکردیم، بچه هایی بودن که از مدرسه میومدن اونجا و اکثرا هم دوست داشتن که در جبهه باشن و بجنگن، و اینا بچه های 12 ساله تا 16 ساله بودن که اینا میشه به قول خودشون جاده صاف کن بودن. یعنی چی؟ اینا جلو میرفتن و مین ها رو منفجر میشد و جا باز میشد برای این صحبت. آقای هاشمی خیلی زیاد اون زمان هم میشد، زمان جنگ هم میشد که بچهای کم سن و سال رو میفرستن روی مین. بعضی از سازمانهای مدافع حقوق بشری هم به زمینه ها اعتراض میکردن. درسته، واقعیت داشت. یعنی شما به چشم خودتون دیدین؟ بله آقا، بله کاملا. یعنی بچهای کم سن و سال رو میفرستن روی مین که بعد سربازا پسرش رو بعد من بچه‌ای رو که دیدم الان میگم براتون، بچه‌ای که خب دنبال پدرش میگشت، یعنی این موج انفجار رو چیزش کرده بود، دگرگون کرده بود آدمای بزرگ رو، دگرگون همچنان که خود من رو. این بچه اصلا یه فراموش کرده بود که جنگه، یعنی دیگه چیز شده بود مغزش و دنبال پدرش میگشت، دنبال خانواده‌اش میگشت، چون در خط مقدم بودن. و یکیش که مثلا باز میگم همون دکتر اومد دیگه، من خوردم به یه بچه خورد زمین، برداشتم زمین، پسر بچه واقعا 12 سالش بود، یه کتی پوشیده بود از این کاپشنای بسیجی ها، منتها اینقدر بزرگ بود، بلند بود، این زده بود بالا، باز هم دستش بود. گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ دستش نشون داد، من دیدم این چهار تا انگشتش از چیز از رگ‌های به اصطلاح نخی آویزونه، فقط یه چیز بود، یه رگ بود. من ناراحت شدم، بردم به دکتر، گفتم آقای دکتر بعد اینو برسیم بچه رو. بچه رو گرفتن قیچی کرد و یه بچه بیهوش شد. حالا اون بچه 12 ساله‌ای که دنبال پدرش میگشت بعدن با شما خیلی رفیق شد، خیلی شما نزدیک شد. بله، میدونی چه به سرش اومد بعدن؟ نه دیگه، ببینید چون ما فرصت این چیز رو نداشتیم، ما میسپردیم به بزرگترا. بزرگترا یا میوردنشون دسفول، بیمار بودن معالجهشون میکردن، اگرم که خب سالم بودن که خب میفرستدن خونهشون، چون دیگه اینا همه خسته جنگ بودن به طور کلی همشون. شما چه مدت در مجموع در جبهه جنگ بودید؟ من برداری میکردید؟ حدود 2 ماه در این خوش در خط حمله بودم، محرم 1362 خودمون که یه حمله بزرگ شد که من در اون حمله شرکت کردم و نباید میرفتم، ولی خب از اونجایی که دلم میخواست رفتم. و من بهتون عرض کنم فیلمی هم که ساختم که ساخته نشد. اتفاقا سوال بعدی من همین بود که چه به سر اون فیلم ها اومد؟ ببینید در اصل من فیلم نساختم، فیلم من همین کتابه. او چه به سر فیلم اومد؟ من مقداری که فیلم میگرفتم در این کار یا آقای رئیس واحد جنگ به اصطلاح رئیس هم هست اومد از من تقاضای پول کرد، گفت نصف قراردادت مال منه. من گفت آقای فانی وا رفتم، واقعا میگم اینا وا رفتم، اصلا یعنی چه نصف قراردادت مال منه؟ یعنی چه؟ یه چندرغاز پولی بود که من میگرفتم، زن بچه هم که اروپا بودم برای اینا میفرستدم دیگه. بعد گفتم آخر نمیشه، و من به این خاطر دارم میرم خودم به جلوی بمب موشک قرار میدم که اینه بدم به شما این چندرغاز رو. برحال گفت همینی که هست، بقول خودش بود رو که بارد. من ناچار از اون ذوق و علاقه افتادم به طور کلی، دیگه دلم نمیگرفت من کار کنم. نجاتا فیلم هایی هم که گرفته بودم این روشا رو آوردم تلویزیون که آوردم، بعدم تازه پاسدارا اومدن و بازبینی کردن و گفتن که ضد جنگ، تازه اونایی که هنوز مونتاژ نشده بود. من به مونتورم گفتم که پشت سر هم بکن بده ولش کن،
یعنی اختیار داری هر کاری دلت میخواد بکن. نتیجتا هیچ نوع چیز دخالت دیگه نکردم روی فیلم‌ها. طوری شد که آقایی که با رئیس واحد جنگ بود گفتش که آقای هاشمی فیلم کیلویی می‌سازن. گفتم برای اینکه کیلویی پول دادیم. نتیجه حالا توی به صدا اون مسیری که این کار رو فیلم برداری می کردید و این صحنه ها رو می دیدید حستون چی بود؟ یعنی حس اون حس میهندوستی که در بین رزمندگان می دیدید شما در خودتونم این حس رو داشتید؟ دقیقا. و هیچ وقت فکر کردید که مثلا دوربین رو بذارین کنار برین اصلا مثل بقیه بجنگید؟ ببینید میشه گفت نوعی جنگیدم من هم نوعی جنگ میکردم. میخواستم این واقعیت رو واقعیت ها رو نشون مردم بدم به مردم بفهمونم این جنگ اینه نتیجه جنگ اینه. نتیجه خودش یه نوع جنگیدنه که همین که رفتم در خط مقدم جبهه که زیر بمب و موشک بودم هیچ فرق نمیکرد که حتی خیلی از همکارای من که رفتن در جنگ کشته شدن از بین رفتم. خب اینا به نوعی میجنگیدن دیگه حتما که نباید اصلیه گرفت که و این خاص من بود که میرفتم جربه ایلا خب قایم میشدم پشت جپه و یک کار هم تو. حالا خیلی شما در کتابتون از تبلیغات برای تهییج جنگجویان به جنگ اینا صحبت میکنید از بله. مساجد صحرایی از روحانیونی بله. که تبلیغ میکردند و همینا شما کار خودتون رو هم به نوعی بخشی از این تبلیغات میدونستین؟ نه ببینید اصلا ما سعی کردم از تبلیغات دور بشم من به طور کلی چون بیزار بودم از تبلیغات به طور چه جنگ چه هر چیز دیگه از تبلیغ بیزار هستم از هو و جنجال بیزارم. ولی اون تبلیغاتی که میشد برای تجهیز سرباز به نظر شما کار درستی بود ضروری بود که این کار بشه؟ خب تشویق میکردن که خب برن جلو. خب یه کار اثر داشت واقعا اثر داشت خیلی هم اثر مخصوصا روی بچه ها مخصوصا روی بچه ها برای اینکه اینا بهشون امید و نیرو میداد و ترسشون میریخت و ضمناً بهشت رو جلوی اینا باز میکردن و بهشت خیالی رو جلوی این بچه ها باز میکردن و واقعا هم فکر میکردن حس میکردن که مردن میرم بهشت. حالا یک صحنه شما توضیح میدین در اواخر کتابتون صحنه ای که امام زمان رو سوار بر اسب به صورت نورانی میبینید این تبلیغات اون زمان هم میشد این صحبت ها هم زمان جنگ میشد یعنی اینو واقعا به چشم خودتون دیدید یعنی صحنه ای بود که درست کرده بودن برای تهییج مردم به جنگ. بله نه من همه دیدم همه دیدم و خب به این نوع بچه ها رو چیز میکردن آماده میکردن چون بچه ها معصوم بودن بچه ها نمیدونستن فقط اینا رو که مغزشویی بکنن از اول همهشون دنبال یک چیز اون خواسته خودشون هستن که خواسته امام زمان و نمیدونم بهشت و حوریای بهشت و وقت این مسائل بود دیگه. بنابراین آقای هاشمی اون چیزی که نیروی محرکه این جنگ بود یعنی تشویق بچه ها و علاقه مفرط بچه ها به جنگیدن نه میهن پرستی بلکه بیشتر اعتقاد دینی بود. اونا بله برای این کار میکردم اعتقادات دینی بود برای بچه ها چون اینطوری اینا رو تربیت کردم و اینطوری هم تشویق میکردم و تبلیغ میکردن و میفرستادن جلو دیگه چون میهن پرستی دیگه اینا رو اصلا ببینید اون قسمتی که در عین خوش اینا خواستن حمله کنن بچه ها تو اصلا نمیدونستن تفنگ رو برداشته بودن یهو حمله که شد روزترش این بچه های کوچیک که آرتیست بازی میکنن و میکردن و خوب میکردن و از اومد رگبار بسته میشد همه شد تلپ تلپ میفته. ولی در این حال شما میگین همین بچه ها بودن که ارتش عراق رو عقب روندن. بله نمیتونستن به همین به همین اینقدر به اصطلاح ساده لوح و نعیف باشن ولی در این حال ارتش عراق رو هم که شدیداً مجهز بود به عقب بروندن. بله به خاطر که اینا دیگه نمیترسیدن اینا میخواستن برن بهشت میرفتن انقدر رفتن جلو که رفتن خب اونا عراقی هم ناچار پس میرفتن چون پشت سر بچه های ما سربازا پاسدارا بودن و با چیز با تجهیزات جنگی نتیجه بچه ها همطور که عرض کردم جاده صافکن بودن و خب اون رودخونه ای که صدی که عراقی خیلی بیرحم بودن اونا خیلی بیرحم بودن اونا
خب جنگ دیگه، چون به اونا هم یاد داده بودن که غارت هر چی کردین مال خودتون حلاله، حتی زن، تمام دخترای ما رو همه رو میگرفتن تجاوز میکردن و میکشتن، مهم اینه هم تجاوز و هم کشتن. خب اونا رو اینطوری تربیت کرده بودن، میفرستادن به جنگ، سرباز بودن و مال ما هم به این شکل، بهشت و پولگای بهشت خیالی تمام. حالا شما یک صحنه ای از یک پیرزن عراقی رو توضیح میدید، زمانی که بله. یکی از دهکده‌های عراق رو گرفته بودن سربازای ایرانی، بله زویداد، و شما اصلا با اون دیدین این پیرزن عراقی رو بله. چه حالا صحبت کردین که سرباز عراقی چه فجایعی ایجاد میکردن در ایران، بله چرخی گرفته بودن، برعکسش چی؟ یعنی تفاوت بین سربازای ایرانی و سرباز عراقی چی؟ سربازای ایرانی هم معمولا رعوف‌تر هستن، یه مقدار انسان دوست‌تر هستن، یه مقدار که میخوام بگم بیشتر به خیلی و غیرتی هستن نسبت به زنها، یه مقدار چیز نشون میدن. البته خوب اینا نرفتن جلو که زن باشه، درسته اونا میخواستن از کشورشون دفاع بکنن، نه از کشور بله، فقط با سربازا برخورد میکردن و تا اونجایی هم که امکان داشت خوب رفتن جلو و مرز رو تا سر مرز و زبیدات هم که یکی از دهکده های عراقی بود گرفتن و 24 ساعت دست ایران بود که یک کت خدا برایش بچه 16 ساله کت خدا کردن رئیس جمهور ما. اون موقع خب آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، درسته بله. حالا آقای هاشمی شما میگید که خودتون رفتین به جبهه برای اینکه وقایع نگاری بکنید و صحنه ها رو توضیح بدید و نهایتا بیانیه علیه جنگ صادر بکنید، ولی در یک مصاحبه شما گفتید که علت اینکه رفتین جنگ این بود که میخواستین، چون 3 سال بود خانواده تو بچه هاتون ندیده بودین بله. و میخواستین یک رضایت نامه بگیرید از اینکه بتونن شما رو اجازه بدن خارج برید، این در واقع نفع شخصی بوده تا هر چیز دیگه؟ نه، این اول عرض کردم که اینا همون اول کتاب که من باید یه فیلمی میساختم از زندگی آقای خمینی توجه فرمودین، بعد خب این مقداری من خواستهایی داشتم که اونا چیز کردم برای من، گفتن اشکالی نداره به خاطر اینکه تا او آماده بشه یا اونا تصمیم بگیرن به من گفتن که برو جپه، یعنی فرستادنم جپه، گفتن خب بیا برو جپه. این من احساس کردم که اینا میخوان ما رو آزمایش بکنن بله. از لحاظ عقیدتی نمیدونم چیزای مختلف دیگه، نتیجه و چون اجازه نمیدادم من خارج بشم، با خودم این فکر کردم که اگر برم یه چیزی هست، یه اوکازیونی برای من یه که ولی وقتی رفتید دیگه تصمیم با خودتون بود که برین توی جبهه جای خطرناک، دیگه رفتم دیگه من فراموش کردم اصلا فراموش کردم واقعا تمام اونا یه آدم دیگه شد. این البته در کتابتون خیلی مشخصه، یعنی این کتاب شاید از یک نظری از نظر وقایع نگاری جنگ و ترسیم چهره جنگ شاید کتاب کم نظیری باشه، ولی خب حالا برگردیم به داستان گذشته قبل از جنگ. شما زمانی مثلا توی فیلم‌های فارسی بازی می‌کردید، زمانی با روشنفکرای مثل آقای گلستان و فروغ فرخزاد اینا کار می‌کردید، و چه تفاوتی می‌بینید الان از اون دنیای روشنفکرانه‌ای که شما فیلم درست می‌کردید تا زمانی که جبهه جنگ رفتید و یک دنیای دیگر رو دیدید؟ بله. چه تأثیری گذاشت روی هنر شما از اون به بعد؟ بله. من خب قبلا خب با تمام استودیوها کار می‌کردم، چون از بچگی من تو این کار بودم، از زمانی که محصل بودم که سیای لشکر بود توی شاید دوره دبیرستانتون بله. بله دیگه میرفتم به ایوان سیای لشکر و تیک رول بهم میدادن، چون استعداد داشتم به من تیک رول میدادن همیشه، و انقدر رفتم جلو تیک تیک همینطور، چون دنبال دوست داشتم برم بالا، دنبال بهترین بودم، اومدم تا فراق قفاری رو پیدا کردم. فراق قفاری تا زعفرنگ برگشته بود که خب با او بودم، و تا 5 سال که ابراهیم گلستان رو پیدا کردم با فروغ فرخزاد، و به نوعی خودم رو نزدیک کردم که در فیلمشون به نام دریا چرا طوفانی شد بازی کردم، که خب ضمناً کاری که دوست داشتم بکنم و مورد علاقم بود که سینماست، بهترینش رو پیدا کردم، ابراهیم گلستان. او استاد من بود و هست و الان هم هستش همیشه، و از او یاد گرفتم فیلم ساختن رو، نوشتن رو، و به طور کلی همه چیز، حتی آموزش های دیگر رو.
یعنی در واقع شما میخوام بگین که اون زمانی که به اون شکل کار فیلم میکردین و با اون افراد ضرب کله میزدید، اینها پشتوانه شد برای حرکت های بعدی شما از جمله در نوشتن رمان. همین در حضور، یعنی بودن پلوی ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد، یه نوع برای من درس بزرگی بود و آمادگی خیلی درست و منطقی برای سینما و برای نوشته هنر. و من نوشتن رو واقعا میگم آموختم از ابراهیم گلستان، نه اینکه بیاد به من بگه این کار رو چطوری بکن فلان کن، فقط او دورها دور مواظب من بود و منو مینداخت جلو. و همچنین فروغ فرخزاد که در وهله اول منو پیدا کرد و خیلی مشوقم بود و خیلی کمکم کرد، خیلی زیاد. این زن فوق العاده بود، عجیب بود. اینقدر این انسان خوبی بود. خیلی متشکرم آقای زکریا هاشمی، شرکتتون در برنامه بیاورد. ممنون از شما، زنده باشید. متشکرم.